دی بخون کی او مهربان خدای پنامه د ژوندون تلویزیون قدر ملیدل کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زموږ ولاتی خبرونه ده د بغلان ولایت خنجان ولسوالۍ د للمې په کلي کې یو. دا یوه مهمه داره ده چې د خنجان نه شروع کیږي او بیا د سالنګ ته تونل پورې آپلا او بیا جنوبي سالنګ شروع کیږي چې انت جبل سراج پورې. دغه لاره یوه مهمه تجارتي ترانزیتي او د مسافرو هغه مهمه لاره ده چې شمالي ولایتونه د جنوبي ولایتونو یا د مرکزي ولایتونو سره نښلوي. د ورځې په زرګونو واړه لوی موټر په دې لاره باندې تیریږي. که څه هم دغه دره ډیره تنګه ده خو بیا هم دلته ډیر کلي او ډیر خلک اوسیږي چې زیاتره خلک یې تاجکان دي. دلته د روسانو په وخت کې سخت جنګونه وشول. د روسانو ټول اکمالات په همدې لاره باندې وو. دا خلک ولټېدل د مجاهدینو په چوکاټ کې مصالحه شول. بیا دلته به هره ورځ په روسانو باندې جنګ وو. نو دغه وخته پورې چې روسان وتل دی دلته جګړه کوله. زیاتره خلک د سیمې نه وتلي وو. دلته روسانو ته سخت تلفات واوښتل. دا کلي هم ړنګ شول. خو بیا اوس چې روسان وتلي دي دا سیمه بیا اباده ده. خو خلک ډېر په فقر او بیچارهګۍ کې ژوند کوي. حاجي صاحب نامتان چه هستن؟ نام ما فضل احمد. فضل احمد، این منطقه به نام چی حال میشه؟ این منطقه بالا و پایین است. قریه به نام للمایی. للمایی. چقدر قریه در سالنگ شمالی وجود داره؟ مثلا از بالا گرفته تا خنجان. یک 20 قریه است. 20 قریه است. زیادتر. کار کسب مردم چی هستن؟ کار کسب مردم نه دهقانکاری دارن نه دیگه دارن. یعنی می درخت است چرت دکان است. بعد دکان دکانداری میکنن. نه دکانداری میکنن. دکان خب میگن در وقتی روسا دیجا بسیار جنگ میشود. روسا از این طرف قطارش عبور میدادن اینجا بمبار میشود جنگ میشود مردم زیاد آسیب دید. از دو دوران چی به یاد دارید؟ جنگ خصای دوامدار بود. خونا کلگ یک در روسا چپکت خب زد اینجا نظامی شد. 9 سال نظامی ماند. یعنی مردم آواره و در و در نظام خانهشون رو میبینی که جور نشده. این مردم یا این مجاهدین به کدام حزب در اون زمان ارتباط داشتن؟ سمت شمال کلش حزب اسلامی بود. حزب اسلامی بود. مکمل بدخشان تخار قندوز برادر گل گوش هست چی اندرابا نارین خوستان حزب اسلامی بود. عامر منطقه کی بود؟ عامر منطقه حاجی صاحب سیف پایین محمد صادق. چقدر مجاهدین داشته اون وقت در اون زمان؟ مجاهدین خود زیاد بود دیگه. اندراب و نارین و بغلان و کلش یعنی مجاهدین طالع ورفک ولیان. یعنی سپسا پاینده آمیر ولایتی بوده ایجا؟ آمیر امومی یعنی که 3-4 روز ولی بود. آره چی قدر پیشرفت کردن در مدت 18 سال که ایجا آرامی شده نمونیت شده و دولت آقای کرزای و آقای اشرف غنی آمدن؟ هیچ پیشرفت نید. یک بجورد هم که بگویید این مردم آقای کرزای داشته باشه یا آقای غنی داده باشه خود نداده. تنها برادر گل اینمی جان بستگی میدی یکی چی جور کرده با ما یک ذخیره او آبی آشون میدنی برادر گل یک دونه بر مکتب نیست برادر گل دیگه نیست. این مکتب شخصی یک آدم از جرمنی است. یک بچه کاکای محمد یک چند اتاق جور کرده اینمی جده بالاتر چند اتاق جور کرده حیاته نداره نسمانش برادر گل تعمیر نداره اونو تو خراب و اثر از خراب میگن این سرک جور نبودی مردم بسیار به عذاب بودن. این آل خود نسبتا خوب است این قریه سرک جور شدن. الحمدلله برادر گل آل مردم آرام زندگی میکنه. پیشتر اینمی کلکینو دروازه را که میدیدی این بند بود کلش بند بود پرده زدگی بود. هیچ مردم برادر گل بسیاری مردم تبرکلوز گرفت بود. ما رفتیم پل خمری پیش والی صاحب ازوجا رفتیم برادر گل کابل در طالبان رفتیم در خود ریاست جمهوری عریضه کردیم. هیچ کس گوش نکرد. گوش که نکرد مزایه کردیم. مظاهره امور از واسطه تصادفاً تالا و برفک هم جنگ شد و خیلگه هم قطعات آمد وردی ملی پیش آمد گفت ما ریله کنیم. ما افتیم بدر ما خاک خوردیم افتال نه ما واشی ما آبات هست نه بدر گل علف ما نه درخت ما هیچ چیزی ما نگرفتیم دمی افتال. بازی ها گفتن که حق شماست. اما سای منصفاش گفت که برید شما دورستاد کنید تا وقتی که خود یزیار ریله میکنن. دلش تو خود کرد دلش نکرد. بعد یک دو ساعت دو نیم ساعت را بند کردیم. از اونجا از کابل وکیل صاحب و اولوی دریسی یا تلفن کردن که برادر ما هم بیدار ایلا کنیم ما سرک قیل میکنیم. گفتیم قیل میکنیم. گفتن نه گفتیم این ایلا ما قیل کار داریم. سر قیل یزی هم یک پیره دو پیره آجی مجاهد هم میره قیل کرد. دید که نشد سرک مجده شد رفت بیچاره برادر زمین شرکت پلخمری از نساجی سمت آورد که سمت در اون بیچاره هم کسی مشرا نداره. سمت آجان خود که کراش گرد کرد که سرک استار شد. سرک اصلا سرک افغانستان تناج خراب میکنه. ما اینمی تونوج هم رفتیم. قیامر صاحب قویکار برادر گفت رئیسی که پیشتر رفت
اونو موجه به ادره گل چی کردیم اما انگی کردیم ایبی سوی بسیار خدمت کرد با ما با ایبی سوی با واقعیتش دیگه اونو موجه قطیمو هم کاری کرد به ادره گل که بگوش که سرک اینی موجه قیل شد باز یک بخش ازی مون که اینا نو قیل دارن این مردم ایتی یک مردمی از سالنگ شمالی که با کل مردم معلوم است روسا وقتی که در ایجا آمدن بسیار تلفات سنگین دادن دیگه این مردم بسیار جنگای بسیار بیادر جنگای چیز کردن اما تو جنگای بسیار برابر جنگ کردن که از او جمله اینمی خاطرات شهید هاست که دینمی یکس هاشان پیشم هست کلیش جز فامیل ما هستن اینمی یکس که هست از کاکایم هست به نام سوی پاینده هست این هم بچهش هست که شهید شده از خود در دوران روسا ایش هم در دوران روسا شهید شده از سن 18 سالگی 8 دانه روسا شهید کشته هست بعد از او خود شهید شده هست اونو دیگه هم بچهش هست چپنکی با کل دسترش او هم بچهش هست اون بالا اشرف هست محمد اشرف سرش لوچ او هم بچهش هست اون طرف آخر خوارزادهش هست اونو پایندش با کلکی بیادرم هست دیگه او بالاش هم جز فامیل ماست پان هم عکس خودش هست این هم یکی از جمله قمانداناش هست از فامیل ماست این هست این هم یکی از جمله فامیل ماست به نام عبدالحمد هست این هم در دوران روسا شهید شد دیگه ایش هم قماندان به نام ملای سخی میگن که یکی قماندان های ما بود بسیار زبردست قماندان بود این هم شهید شده است ایش هم سید عبدالله آقا میگن با خودش باز یک پسرش رو یادر شهیدش کردن دیگه اینمی جنگایی بود که جنگ شد دیگه روسا با بالاخر از اینمی جا رفتن به زانو در آمدند و مردم شهید داد و مردم حال هیچ کسی به پشتی مردم نمیگرده با وصفه که اینمی قدر جنگ کردن اینمی قدر شهید دادن هر کسی گپا را با خواست برای به نام خدا کردیم باز هم اینمی حکومت فعلی آمد دستر این مردم قسم به خدا اگر هیچ توجه صورت گرفته باشه کسی کمک کرده باشه یا کسی بساب بیوه از بیشاره تنها 460 چند دانه لنگ داره ما پای قطع در اینجا یعنی یک کسی نیست که بیادر خند آمده باشه دینی خصوصا در این وقت قرانتی یک بجار دارد باشه در پشت دروازه خانه یا انداخته باشه یعنی پولی را که اگر از خارج هم کمک بشه کل اینمی چار دانه کلخوری هست اینمی میگیرن در خند عیف و میلش میکنن این پیسه شخصی شان نیست این پیسه نیست که بیادر خند از چیز خودشان باشه اول قفت شان اینمی کمک های خارج از بین ملت کمک میکنه بعد اینمی رقه بغدار برسانند اینمی مردم بیادر خند اگر زیاب نمیدن خب 50% کمک بکنن این یکس یکیش از بچه های صاحب هست که زنده است به نام غلام ربانی و اینی دیگهش که چیز داره ریش نداره این یک دانه وروس هست که ما 8 دانه وروس مسلمان ساخت دیم دیگه یکیش اینمی هست که مویبول به نام مویبول هست این آدم ها در پلخمری زن داریم خب زن داریم 3 دانه از یا زندار بود اولاددار بود بچه دار بود در پلخمری بیادر با زمان طالب ها که اومد سویس های پاینده اوجا بندی شد پنشیر بردن پنشیر بردن با طالب ها اومد طالب ها که اومد با یا 12 ساعت پیسه دولتی پیسه نخ داد نورالله نوری یک اولی بخششان جور کرد دیگه ای چی کرد یک دکان در پیش مسجد پلخمری مسجد جامی برای از یاد داد با دولت باز که برادر گل طالب ها شکست کرد طالب ها شکست کرد با نصرت بیچاره را دو پیره چشماش بسته کردن دو سپاش بسته کردن بخاطر اولیش بود یا بخاطر هرچی که بود بردن کابل بردن باز از اونجا فاین سای ایلکه پس آمد بالاخره برادر گل زر دادن کشتن شهیدش کردن بازدگاهش هم زن بچهش آنه گرفت رفت رحمت الله پار سالامه بود که زن بچهش خانه و خانه این مردم دید مجاهدین با پس رفت Thank you.
سالنګ دی سړک ترمیم هر کال په دې شکل باندې روان دی، کلام په کولان، کلام په کاجبور، کلام د سکواټر په غواړه خوله باندې چې کوم جامپونه را جوړوي یا راکنی خراب شوی وي، بیا په وو کې لګري واچوي، لخیر وپاشي او بیا یې سر باندې ولنګر تیر کا. خو دا قسم فائدہ کو هغه جامپونه ډکیږي، ولې هغه سیاسي رغونه نه ده. نن هم چې دلته راغلی یو د سړک د ترمیم کار پیل شوی دی. قسم ایوا مهمه خبر ده چې دلته په هر کال کې په هر څو میاشتو کې یاد اسوي چې یو نیم کال یو رئیس راشي، بیا هغه بدل شي، بیا بل راشي. اوس دلته یو نوی رئیس راغلی دی، ځوان دی، ډیر جدي دی. اوس هم دلته د مسؤولینو سره غال مغال و، موږ چې راغللو نو اوس هم د کار شروع کړی دی. هغه د کټینګ ماشین خراب دی، اوس په کلنګ باندې دغه جمپونه راکنی او بیا یې کوز اخیر خوم ولیدل چې هغه ورته ګرموي. اوس یې راولي دلته دغه د جمپو د نیولو یا د جمپو د ترمیم کار پیل شوی دی. خو بیا هم که څه هم اساسي کار نه دی، بیا هم د دې سیمې خلک او دغه ډریوران چې په دې لاره باندې ځي راځي دې کار ته ډېر خوشحاله دي. دی وایي چې بیا هم هغه مشکل دی او حد حل کوي. خو د زیاترو خلکو د ټولو خلکو هیله ده چې باید دغه سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي. دا وړې وړې پتلې چې هره ورځ ورنیسي، نن یو ځای خراب وي، سبا بل ځای خراب وي، دا یې اساسي کار نه دی. همدا اوس دلته سلنګونو رئیس چې په دې کارګرانو باندې په خصو شي، دوی باید په کار ته د وخت حاضر شوي وای، ټول وسایل یې باید جوړ وای. همدا ډول اوس نه و د نن هغه حاضرۍ چې دي کارګرانو وي غیر راوغوښتې، او هغه څوک چې دلته غیر نه و موجود هغه یې غیر حاضر کړ. درې څلور ورځې دا سیستمونه هم موجود و چې یو تعداد خلک رخصتې قرنطین وي، یو تعداد خلک و چې للې خپلو کارونو کې بیا ځینې ملګري دي، هغه راځي په دې حاضرۍ کې مورونه لګوي او هغه نور چې په سارا کې دي یا خپل کارونه یا په کورو کې ناستي هغوی حاضر نیول. اوس مهال چې د هر ډریور نه پوښتنه وکړي، که څه هم ډریوران خپله ډېر ملامت دي ځکه درانه بارونه راوړي، خو بیا هم چې ډریوران نه پوښتنه وکړي دغه سړک نه ډېرې بدې ورځې کوم. بله مهمه مسله یې دا ده چې کوم ډریوران چې اوس راځي، دوی وایي چې کرایه کمې دي، دوی مجبوره دي چې باید بارونه زیات راوړي. دوی وایي چې کرایه کمه ده، موږ باید زیات بارونه راوړو، بیا کرایه نه پاتې کېږي. همدغه د لوړو بارونو یا د درنو بارونو زور ده چې سړک پایښت نه کا خرابیږي. خو زیاتره ډریوران بیا د همدغو موضوع نه شکایت لري چې دوی وایي موږ ته کرایه نه پاتې کېږي، او هلته تلې پیسې راڅخه اخلي، او دا سړک چې جوړ شي بیرته زر خراب شي. نو له ټول هغه مشکلات چې دلته د دې سړک لپاره موجود دي، تر اوسه یې په شلو کالو کې د دې سړک غم اساسي ونه خوړل شوه. که څه هم دغه شمالي برخه یې اوس د جوړېدو په حال کې ده، ولی د ټولو خلکو نظر دا دی چې دا کم دغه بارونه وي، د درانه تناج او دغه اوبه وي، د دې فیصله ساتنه ونه شي، دغه قوای کار ساتنه ونه کړي، نو دا سړک به بیا په یوه یا دوه کالو کې خراب شي. د سالنګ مسؤولین هم وایي هر څه چې موږ دغه سړک ترمیم کړو یا هم په خوا چې ورغول شو، د همدغه زیاتو فیصله موټرو چې ټول وزن زیات دی، د قانون زیات راباروي. اوس یې دلته رئیس دی، هغه پرې وکتلې، بارنامې وکتلې، هر موټر د خپل اندازې نه تقریبا شل تنه، پنځلس تنه، اوولس تنه زیات رابر کړی دی. هغه تلې چې هلته د دې لپاره ورته جوړې شوي دي، هغوی په دې خاطر چې موټر بند کړي او راپرې نه کړي، هغوی خپلې پیسې ټاکلي. برنامه دا هم ده ما تر کړه د مغزنه ولت تا تعداد خریته ول ذکر نه ده و ده ما د اخو تلیفوني رابطه د مغزر ماته دا خالی راکړه. دا ګور خالد مالوالا لمبري لیکلای ده. بس دا چی شې دي؟ دا نوم دي کنه؟ ها ستا نوم چی شې دي؟ ما ول خان. ستا پلیټ نمبر چی شې دي؟ ما نمبر ولا کې چی لیکلی ول نه ده. څه خبره من دغه ماته پټري نه دا راکړه ده. ما ول خان موټر ته خپل کې دی وری موټر مې خپل لا تمرا ټوټه نه تمر دی را بار کړی دی چما وو ما هورو ولد نن بین سال وختنه څنګه سال وختنه ها جواز موټر تمر دی چې با ټوټه نه را بار کړی مونږ ته و دې شتنه نو وری دې چات را بار کړی مونږ ته هوري سیمنٹ کم نه راکې راته نو بیا پلیرو چې پښتنه ونه کړه تر اوسه ولا تلی ولا درې والا پښتنه وکړه مونږ ته غوري چې مرشي وای زاله خیره پیسې دې ورکړي ما نه دې ورکړي که مغه ورکړي مغه سره خبر ولا که زه خبرې مې تاسو ظلم نه کوي خپل وطن ته خپل دغه 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 سرمایه ملي ده سړک نه نه سړک خراب کیږي قانون چې وشي کنه مونږ ته فاشو دي قانون که څومره قانون وشي که قانون اوس مونږ باستا زلدرې میاشتې موټر ودره ول قانون چې سیخ شي مونږ ته فاشو دي دغه دا چې مونږ موټر اس پکړو ول دې بار کړی دي ول دې بار کړی اوس خدا اوس خورا قانون نشته سړک پیسې غوړي
ولی خون میشه تو دوباره در نه در کاوی نه چی بود مازور کی قانون به اول مازور کی در بار کرده مازور کی درنی میذاره درنی میذاره افغانی افغانی یا موتور کی یا آقا سو آخسی آقا نو چه خبره تو کی خود تو من خلق دی آقا پلیس دی ترازو والا دی شخصی دمای شخصی خلقی شخصی جامو کی دی من نو پیجن چی دی تو کی پیسہ چی ورنہ کی وہی ما اور را لگتی ہم را کی وی پولیس دی پولیس دی دروی پولیس تو نہیں کنا سارک نی پولیس وی لاڑ دے پولیس دی ویرولی تلی تا اغل تا بس شخصی نہ پر نوستی من روپے اخلی تو کہ پیسہ نہ تھی ہم تو کہ پیسہ دادی اجرہ کر میں امدی پولیس ولی عریضہ میکدی یا با ما میں امدی میگوتی کہ چرا بیدا پیسہ بتے انداسی مو وکڑل دویش پی مو وکڑی دریش پی مو مٹر ودراول بور بس آقا وی ایسا بس لور شوی دا پیرا لور شوی بیام رو پیر نوو خلی چطی منی وریزی ها تیره بی دوی وریزی دری وریزی منی تیره همی بار تا درست با شکل همون نور می که هست چیزی که هست بارگیری کنی چی گفته تو رستات کنه پیسه بگیره خمو تا خوز پا پینزل اصر پی مو تا نر بار ده پینزل اصر پی چی دا زوز شل تا نر بار که مو تا خیلی نده مو تا پینزل اشتا نتر بار که پینزل اشتان خوار رو بودی ما تا خیلی چیم نجوده بی ایتیل و پیسه بس ملومت خودت هستی نورمز 25 تون تو بالا میکنی 35 تون مجبور هستی 10 تون دکره تو خلاف کنی این سرک خراب مشه خب مکام ده که زه شل تنر بارم خب بیاخ ده ما پریگیدی کنه زه پینز شل تنر بار کم پینزی ویشتنه بل پینزه تلویخ تنر بار که اگه پیسی ور که خوششی ما تا این چم نپاتی کنیم مقصد همه خبرتان میگم اینمی سرمایه ملیز اینمی سرک سرک ماست خانه ماست از خدا بترسیم از خدا بترسیم مکام ده که مو خوشحالی و شل تنونی هم مو خوشحالی و خب مکام ده که او ده داریگی ما ده پریگیدی مکام ده او داریگی ما یو ده ما پریگیدی مو پخواخی مقصدی بار آخرت باشه نفهمیدی بار آخرت باشه دیگه دفعه گیرید کدم باز دستت میکنم چی مکام شی مو پا پینزل اشتانو ها خوشحالی و خب مو تا خو کراج گیگی کنم غمره مو مطر تا با کرل و مشکول نه چې و دروالي دا رئیستي سلامګونو ویده مسول دی دلته څه درته وی مته وی چې زیات وزم تاسو مرا باراوي سره خرابېږي مو ته چې می چې ربار نو کوم ته چی پاتې کیږي نه زکه نه پاتې کیږي چې 15 شتنه مو ته وسواز مرکه 15 شتنه یو دی خاور مول دی مو ته دی 3 روپۍ نه جوړې می چې ربار نو کوه تل د مقام کې نه پر د کی نه وی وزم د وټو کې مغیب به مطابق به وزم وزم راوړو مته به مغه کریا معلومه وی کریا به 15 په جګر راوړو په دغه وزم کې 15 سر په مو کرا دی چې 15 دیر شنه زر بور نه کوم دی چې نه پدې کیږي څو په تل ته ورکې څو تل کړي ورکړي مې وی مازور کې مو ور کړی 2.5 زرا په درایه کې او په گزاګیل سالنګ مخ گزاګیل کې مشفق سر په وی
دا هم هغه د کیلو یا د اسفال د سکاله چې کیلو لیکوي او بیا اسفال پی جوړیږي د دلته په دې ریاست یا په دې سرانګو کې موجود دي. پلوم دې پلوم ولې یو د پرسونل د بې پروایۍ غفلت او لټۍ نه او بل د نه امکاناتو نه دوی وایي چې موږ دغه دستګاوې لرو پرسونل هم لرو خو کله کله داسې وي چې مثلا لکه قیر تیل دغه امکانات نه رارسي او د ځینې وسایطو نشتون یا خرابوالی د دې سبب کیږي چې دغه سړک د موږ نه پاتې شي. که څه هم د جنوبي سلنګ په ټیټه ساحه کې سړک ښه دی، ځینې ځایونه یې ترمیم شوي، ځینې اوس یې ترمیم په حال کې دي، ولې لوړه ساحه چې د اولنګ ساحه ده هغه تقریبا 10 کیلومتره سړک بیخي د مابینه تللی دی او د ترمیم امکانات هم په دې وسایلو باندې نشته یا بیخي کم دي، غیر د نه چې په اساسي شکل باندې جوړ نشي او هغه داسې چې بیا د ژمي د واورو او د درنو موټرو تاب ولري. نو دلته هره ورځ د دې سړک جوړېدل او خرابېدل د خلک ډېر ستړي کړي دي. باید دغه سړک زیاتره خلک داسې وایي چې باید دغه سړک په اساسي شکل باندې جوړ شي. سلام علیکم. جوړ بخیر. نوم دې څه دی؟ سمیع الله. د کوم ځای؟ د ننګرهار. پرسی پوهېږئ که نه؟ پرسی باندې نه پوهېږئ؟ نو بیا هوټل ته چې ډوډۍ خورې په دې بازار کې دلته والته بیا نو څه ورته وایې؟ ډېر پکې پښتانه شته. ډېر پکې پښتانه شته. ډېر ښه. چه دې رابار کړي دي؟ کولا مې رابار کړي. کولا یا څنګه ځغال؟ سړک ډېر خراب شوی او کنډي ډېر شي، ترازوګان ډېر شي. ترازوګان ډېر شي. یو ترازو 3000 افغانۍ اخلي. نه قانوني پیسې سوري کنه؟ قانون خو نشته رې کنه. قانون خو تاسو په ډېر برابروي مجبورې بیا رشوت ورکوي او راخوشي. دوه خپل رشوت اخلي چې دوه اوس قانون کاکره. دغه موټر څلته نه رابار دی اوس. ما ټول دې ګاډي سره. وو ټول ټول. ټول 55 ټنه. 55. قادر مله دې کو لاشتایره موټر دی. دیدی اگر ترناش طول بعد 22 تنه وی دی 22 تنه زیات نشی 22 تنه که سوره این دل اشتنه گاڑی وزن ده بو او شپک دشتنه سامان ده کلا ده نه اصلی قانونی دی دو تمر اگر وزن اصلی قانونی دو لشتنه ده پتوش کو کی و پیرا کی مزار جلا بابا این دوش کو دی پی خبر تام زای کنه پی نه پی خبر رو پاس وس لاست جو جوری گله خره به بزو ها ها نو دی خپل کار ناراضی کنه الحمدلله الحمدلله خو شي موټر کې سواره وای سندري وای نه سندري نه وای سندري سندري نه وای کپ شپ لګو خو سندري نه وای سندري نه وای نو په لارو باندې نور امنیتي وځه څنګه دی بغلان او خواته ولا امنیت نشته ډیر ګډ ور دی بګام د شپې تقریبا یو بجه غل راوتلی وو په کوم ځای کې په بلباتکی برابرتکی راوتلی وو بس به اردو په شراغ ډزې په وکړې بي تا وته یعنی د شپې تاګ راتک مشکل نشته بس دبرزی مشکل نشته. که اوس نو بخیر چې بلار شي بیا پدې پیرا کې سور پیدا تا پاتې کیږي والا قسمت ته نو وارث ونه کینو بیا الحمدلله او وارث و کی یعنی بیا چې بیا نه پاتې کیږي موټر خپل کې کړی الحمدلله خپل مې دیو نو میاش کې سور پیرې کې تا کړو میاش کې پنځه پیرې کو سور پیږه ټې کنا ډرا تو وای کینر ما شو مصاری په دا ټول خرچه مرچه دی یعنی چیر ته نو باسي او اته زرا وانی پاتې بیا خو نو کای اټیلر والا بیچاره وی وای مای مخشل زد په نشي وګرځي کوو کاریګر نه دی بس قسمت ته واری جوړه نه ده تناش خبره ده تن خبره دي وزن څونه بارای اټیلر مار مال څونه وزن دا سره کم دی اوله شي جوړ شوی دی د کوم موټر دی په جوړ شوی او بوس تقریبا او وخت زر یو نیم زر موټر اوتومات بدلو د زار خان بابا او داوود خان په دوران کې او د موټر وزن کم و سپک و وس پزرګونو یعنی وا ته زره موټر پیزی یو ټول موټر آسی درانه دي چې وزن یې اته اصل ټنو سره سیږي نو سره کې یو ځل چې جوړ شو بیا تخریب شو وس خامه ده لګ داغيري ورکی لګ جامپونه ورنسی خو دی وړي موسم چې راځي دلته نو دوړي وي ګرد وي دي زیات طبیعت ډیر خراب کړای دی دغه بارونه شراوی زیاتره مسولیت دی یو ترانسپورټونو او په خلکو دی او په موټروانانو چې دوی هلته بارونه راوړي په دې خاطر چې کرایه ډیر واخلي نو هغه هم دغه شي بیا د سړک خراب کړي خلکو ته زیان رسی سړک ته زیان رسی دی سالنګونو د ترافیکو مدیریت دلته فعال دی ژمی وړی خو دوی وایي چې زیات اساسي مشکل نه دی چې سړک خراب دی او سړک هم د لوړ تناژ موټرو په خاطر باندې چې هغه ترمیم شو بیا تخریب شو څوک یې مخه نه نیسي هر ورځ په سلګونو موټر چې وزن یې تقریبا خپل معیاري اندازې نه دوه او درې چنده زیات وي په دې لاره باندې تیریږي موږ هم وس نه رسي چې مخه یې ونیسو که څه هم زموږ مسؤلیت دی خو ولې خبره دې برسېره لوړه ځای نه خرابه ده بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما که در این خاکباز و در این سرک خراب آمدید حال احوال ما را میگیرید روزانه به حدود روز داره روز شنبه و یک شنبه کم میباشه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه جا
جمعه با بیخی زیاد میباشه. در 5600، 5700، 7000، 6000 خرد کلان از این طرف به طرف میره. این روزانه در 5000 از او سو میاد در روز پنج چنبه، 5500. در روزانه 4000، 4200 از شنبه تا شنبه و یک شنبه کم میباشه. دیگر روزاش زیاده، اینمه قطر ازت میکنه در این سرک. او وقت این سرک به موتر کم جور شده است، این به موتر جور نشده است که روزانه 7000، 8000 موتر از دو طرف بروه. او وقت هم یک قطار دولتی بود، یکان موترهای چیز بود، زیاد میرفت 2000، زیاد میرفت 2000، 1500، 1400 موتر از طرف به طرف میرفت. این مردم معلوم میشه که وقت در یک منطقه یک آدم چقدر موتر داشت. همین مردم آل در یک منطقه اگر با مون قیاس کنی در یک منطقه سایی که بسیار محتر است، از اونمون قیاس کنی که چقدر طرف و طرف می روید. از دولت ما فقط یک خواست داریم که سرک جور شود، سرک جور شود، مردم آرام، پرسنل ما آرام، کسی کسی سرک می روید. تو بیبی که محتر می روید چقدر رنج است، سواریه که در این محتر ششت است پریشان تیر می شود از ایرک. خدا از ایرک من چه خلاص شدم که جنب جول است، خاکباد است، شیشش بند است. ما از دولت تقاضا نمی داریم که همین سرک جور شد، بر مردم هم، بر ریاست هم، بر خود هم، بر کل اگه خوبش می شد. خب وظیفه یا فعالیتان تابستان به زحمت و اصلی ها زمستان بسیار بلکی، زمستان که چطور می گوره، چطور فعالیتان هست؟ زمستان خب بسیار جنجال است، خودت می بینی که زمستان طوفان است، برفکوش می آید، عرابندی است، قطعی مردم جنجال است، هر قم مردم گرگب میزنم. موترهای ما خراب است، خاکباد است، تو سایی که در حالت قرنطین که در افغانستان قرنطین است، پرسنل ریاست سالنگار دید چرا قم کار میکنن. باید قرنطین در کل افغانستان است، به ما قرنطین هیچ معنا نداره. قرنطین چی؟ به خاطر از یک سرک خراب است مردم یک کم ترخ و سهولت بکنه. ما قدست ما است، تو دیدی ما میکردیم دیگه، از زیاد در اینجا کارم کردن میشه، اونم چیزی که از دست ما بود تو دیدی که میکردیم. در زمستان بسیار سخت تمام میشه که تو دیدی که چقدر برف در اینجا بود. ما تو زمستان پارسال آمدی دیدی اینجا را چقدر برف بود. حالا دیگه وظیفه ما یک ذره آرام است، چون که هوا گرمتر است، خوب است، از زمستان کده حال خوبتر است، زیادتر تناج بسیار زیاد تناج بالاست. این سرک به این موتر 90 تن جور نشده است، این سرک به همون نرم موتر جور شده است که او قانون کسی هیچ مراحت نمی کنه. از افغانستان خصوصا ده اینمی سرک کسی مراحت نمی کنه. خودت باحساس که دیدی نروز از موتر اونا دیدی نه چی گفتم، سرک خامه است، موتر سلو می روه، زیادتر تیر بشت کردن زیان به موترهای مردم است. هر روز موترهای مردم عوارض میکنه، یعنی موتر گزیره تیر شود عوارض نگیره هیچ امکان نداره. این اقتصاد مردم بیخی به سرک از بین برده است. هر موتر با احساس کنی که یک پیرز میری مزار پس میری یا قندوز چه عوارض میکنی، میگه 10000. هر کس چین خود عوارض میکنه، اگه تیر بش کنه یک تیر بش کنه چهار پیره بکنه، اونم یک تیر بش کنه اونم کرای چهار پیره شش میشه. مسئولیتش از بالا جای خراب است. ترازو خودت باحساس کردی گفت مردم عوام پیسه میگیره، پلیس میگیره، خودت باحساس کردی نه که دگزگل دین روز مترا چی مشکلات. تو سعی کن در حالت قرنطین که در افغانستان قرنطین است، پرسنل ریاست سالنگار دید چرا قم کار میکنن. باید قرنطین در کل افغانستان است، به ما قرنطین هیچ معنا نداره. قرنطین چی؟ به خاطر از یک سرک خراب است مردم یک کم ترخ و سهولت بکنه. ما قدست ما است، تو دیدی ما میکردیم دیگه، از زیاد در اینجا کارم کده نمیشه، اونم چیزی که از دست ما بود تو دیدی که میکردیم. والا ورور جان لار خرابی دی، لار دیر مشکلات دی، ملتا دیده غصه علاق دو خوانه کچه دا لارا و مخ که خواه و بس دیر خراب بود، بس دیر خراب بود. بس دیر خراب بود. آجو بسم وقتی و مجزل که و ایسا بسم وقتی و پیره که یه نیمه میاش که پیره دو میاش تو که دا غصه دو پیره که دی کم دای نراده پیخاور نن چی راولل؟ سیمت راولو، وڑا راولو، هر شه چیشی پیداش کرایا خیلی آغا راولو. بیا پیرا که سمر روپای در نفاتی که گیم؟ چی دیر کوششو که پینزل شل زرا کلداری من تفاتی که خیل پایشی بخواد و خوبت رو دیدل و دیر گرانه بارنا را در سرک دو خراب که در خبر از اون را دیده؟ اگر نگدی وقت که اوخ واس گزگیل کانتم و لگیده واس وزم کم شد.
که څه هم دغه لاره د 1322 کال کې جوړه شوې ده، خو بیا د مغه وخت نه ترمیمېدله. دلته د سالنګونو په نامه باندې د قوای کارو یو ریاست موجود و چې تقریبا ډیر کسان پرسونل درلودل، وسایل درلودل. د مغه وخت دغه سرک به هر کال ترمیموو، کوم ځای کې به چې یوه خرابي پیدا شوله، یو جمپ پیدا شو، هغه به زر ترمیمېدو. دغه ریاست ښه فعال و، کارخانه درلودې، د اسفالت قیر راوړل، او د مغه وخت ښه وسایل درلودل. خو د بعده مرغه چې دغه لړۍ د نجیب د حکومت تر پای پورې چې دوام وکړو، وروسته د مجاهدینو حکومت راغی. بیا دلته د مختلفو ځایونو خلک و چې دلته په دې سالان کې کار کا، وروسته وروسته بیا هغه خلک ولاړل. که څه هم دغه د کوای کارو یا په اصطلاح د پایدامي دغه د سالنګونو ریاست چې ترافیکي او د بیارغونې یا په اصطلاح ترمیم چارې په غاړه دي، دا دلته موجود دي. کار کا، ولې هغسې کار چې باید شوی وای نه دی کړی؟ در حقیقت شورای سالنگان رو شما میفهمید در تمام افغانستان یک شورای هست که تقریبا در حدود 9 ولایت به شمال وصل به مرکز افغانستان که کابل باشه و همجوار ولایت شکست به او وصل میشه. به خصوص یک شورای بسیار زیاد مهم و حیاتی در سطح افغانستان و در سطح منطقه میتونیم بگیم باشه. در قسمت چالش هایی که شما صحبت کردین، ما نمیگیم که چالش ها نبوده و نمیگیم که ما او را حل کردیم. چالش در هر اداره می باشه، به خاطر نقص و نواقص، از بین بردن نقص و نواقص از او ما تلاش ورزیدیم، هم در قسمت چالش های اداری، هم در قسمت چالش های حفظ مراقبتی و یا ساختمان سرک. میشه که در قسمت چالش های اداری بگیم مشکلات هست که تعدادی از کارمندان ما نظر به کبر سن یک عمر فعالیت کردن در این بخش ریاست سالنگا، ما تمامش هم میشناسیم، چون ما قبلا هم یک تجربه در حدود بالاتر از بیشتر از 6 ساله 7 ساله در این ریاست داشتیم. قبلا به صفت عمر مالی داری ایفای وظیفه میکردم در این ریاست، حالا فعلا مسئولیت یا سرپرستی این ریاست را در عهده دارم. ما واقعا مدیر صاحبایی داشتیم که بسیار باستند بزرگ، حتی هر یکشان در این ریاست سالنگا بالاتر از 25 سال یا 26 سال ایفای وظیفه نمودن و کادرهای واقعی یا کادرهای بودند که در تمام شرایط دشوار، یعنی زمستان یا تابستان، در بدترین حالت‌ها و کمک میکردن ما را در قسمت حفظ مراقبت و در قسمت بازنگذاشتن این شعرها. اونا فعلا در نظر به کبرسنشان تقریبا در حدود 11 یا 12 مدیر صاحبایی که واقعا ستون بخش اداری و اکمالاتی ریاست در عهده داشتن، اونا تقاوت کردن که ما واقعا یک چالش بسیار زیاد بزرگ مواجه شده بودم که وقتی که ما آمدم. ولی خوشبختانه با توجه رهبری محترم وزارت فایدامه، ما توانستم با پیشنهادهای مکرر و با پیشنهاد بسیار زیاد مفصل در پالی از وارد دوباره بالمقطع استخدام کردیم در این چوکات، تا باشه که تعدادی از کارمندهای دیگه که در پالی از ایفای وظیفه میکنن به طور کارآموز اونا را بیاموزانند که در آینده ما به این مشکل ایج نه و مشکل اداری مواجه نشیم. خوشبختانه نظر به تلاش های وزارت محترم و توجه خاص ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، سال پر نظر به این که تمام مردم شاهد است، در حدود تقریبا 20 کیلومتر سرک به اساس رقابت آزاد شرکت قراردادی برنده شد که سال گذشته 10 کیلومتر سرک از اونا اسفالت‌ریزی و به بهره برداری سپرده شد از طریق یکی از شرکت های ساختمانی وطن خود ما و شما، که نظر به محدودیت یا فرارسیدن زمستان 10 کیلومتر باقی مانده از او که در دو لات بود، که لات اولش تکمیل و لات دومش هم تقریبا 2-3% کارش پیش برده بود که زمستان فرا رسید، نتونست از کارهای ساختمانی چون مطابق به اینکه زمستان میاد توقف داده شد. خوشبختانه با آمدن یا مسئولیت گرفتن ما دوباره امو پروسه اسفالت‌ریزی لات دوم سمت شمال آغاز، فعلا که شما صحبت دارم در حدود 45% کار همون ساختمان لات دوم که ما میتونیم گفته که 15 کیلومتر سرک از
قسمت شمال اسفندریزی شده و 5 کیلومتر دیگه هم انشاءالله دایده نزدیک اسفندریزی و مشکلات مردم از این قسمت تا حد امکان مرفوع میشه. و موضوع دیگه که قابل یادآور خودم میدانم، با آمدن خودم با امکانات دستاشته که مقام محترم وزارت در جریان هستن، با پلان ساختمانی و پلان کاری که ما لازم دیدم ترتیب کردم طبق هدایت مقام محترم وزارت، ما پلان کاری خود ترتیب کردم به رهبری وزارت پیشکش کردم که خوشبختانه او مورد تایید قرار گرفت که ما همه روزه از طریق قوای بشری، از طریق واسطه و ماشینری که در دسترس این ریاست قرار داره، ما همه روزه در حدود تقریبا 400 یا 450 متر با استفاده از مواد محلی خود محل، با دمترکایی که در دسترس ما قرار داره، با ماشینری لودر گریدر مواد از منطقه انتقال میتیم و جغل اندوزی و فرش پتولایی که مثلا صورت میگیره داغی دیده، الحمدلله شکر سمت شمال مکمل حالت سرک بسیار زیاد مناسب و مساعد ساختیم که آبرینی که از این مسیر عبور میکنند که به مشکل مواجه نشد. سالهای قبل که اشارات ترمیم و یا اسفالتریزی شده بود یا سرک که اسفالتریزی شده بود شهرهای سالنگا، مدت کوتاهی بود به یاد دارم که مدت کوتاهی بود که اکمالات قوای USA بگیم یا ISAF از سمت پاکستان صورت نگرفت. تمام اکمالاتش از سمت شمال از بنادر شمالی ما و شما به خاطر اکمالات قوای ISAF از این مسیر شهرها صورت گرفت که در اون حالت در اون بیخی دقیق به یادم است که وسایل به شکل درست و اساسی، بخصوص وسایلی که مربوط قوای ISAF بود، به شکل درست و اساسی طور جدی بررسی و نظارت و تناژش کنترل صورت نگرفت. در کل ما میتونیم گفته که بزرگترین صدمه را ما از طریق قوای ISAF و یا اکمالاتی که از طریق مسیر شمال یا شهرهای شمال صورت گرفت، ما بزرگترین صدمه را در اون زمان داشتیم در شهرهای سالنگا. در قسمت تناژ بلند چندین بار رهبری و مقام محترم وزارت واقعا تلاش ورزیدن که کنترل صورت بگیرد، با ترانسپورترها بگیم برتان مجالس در قسمت داشتیم که چون صحبت کردیم که لطف نموده شما در قسمت بارگیری که شما میکنین توجه کنین که این سرک که سرمایه ملی است، سرک مربوطی یک شخص یا یک قوم، یک منطقه، یک ملت نمیشه. سرک یک سرمایه است که واقعا هر یک افغان باید دوره مثل قلب خود نگاه بکند، نه تنها تاثیراتش بالای رفت آمد و مثلا بعض موارد دیگه است، بالای اقتصاد است، بالای صحت است، بالای زندگی است، بالای محیط زیست است، بالای دهقانی است، بالای همه چیز سرک واقعا تاثیرات بسزای را داره. در قسمت تناژ بلند هم میتونم براتون بگویم که تناژ بلند فعلا در کنترل میشه، باید به وجه احسنش که بگیره صورت. فکر میکنم مشکلات های هستن که شاید شما بیشتر معلومات داشته باشین که به شکل درست و اساسی کنترل نمیشه، و اگر کنترل نشه 10 کیلومتر که شما گفتیم یا 20 کیلومتر که ما شما سرش صحبت داشتیم، ممکن یک سال هم چه میگه میاد تکمیل نخواهد کرد. و یک موضوع دیگر هم میخواستم براتون اشاره بکنم، در قسمت ترمیمات شهرهای سالنگ که قبلا هم بیشتر هم شما ذکر کردین، شهرهای سالنگ تا رای بدیل برش پیدا نشه، من فکر نمی کنم که با او نوعی که ما شما میخواییم که شهرهای سالنگ ترمیم کنیم، ترمیم اساسی او امکان پذیر باشه، به خاطر اینکه شما شاید شاهد بوده باشین که از طرف همین شرکت فیلیمو که کار جریان داره، از طرف او اسفندریزی میکنن، بیسکورس خود اوار میکنن و یا بعض کارهای دیگه ساختمانی خود میکنن، از طرف دیگه ما ناگزیر هستیم تا میاد امو که محکمیت خود او حفظ میکنه، تا میاد که او باید یک مدت از این مسیر مسدود باشه که وسایل رفت آمد نداشته باشه، پیش از تکمیل شدن از اون ما ناگزیر هستیم به خاطر اینکه مردم و هموطنان ما در این مسیر بند نمانند، به مشکل مواجه نشن، مجبور هستیم از این مسیری که
قراردادی یا شرکت اسفالت کرده، ما مردم بگذاریم تا عبور کنن. اینیمی خودش یک چالش بسیار زیاد بزرگ است در قسمت ای که ما نمیتونیم حالت سرک به شکل درست و اساسی نگاهش کنیم.